آقا محمد رضای سرشار عزیز ایران زمین کجا به دنیا آمدن؟ خانواده پدری بنده شیرازی بودن، از شیرازی های قدیمی. خانواده مادریم کازرونی بودند. من خودم در کازرون متولد شدم. کازرون چه شکلی آقا؟ اون موقع البته چه شکلی بود؟ بله، من البته 6 سال بیشتر توفیق زندگی در این شهر رو نداشتم، ولی بعدها گهگاه گذرا سری زدم. در خاطر یه شهر داری؟ بله، یه شهر بسیار قدیمی هست، نزدیک بیشاور، پایتخت، یکی از پایتخت‌های ساسانیان و شهری بسیار گرم ولی بسیار سرسبز اون زمان، با باغ‌های انبوه مرکبات، خرما و مردمانی همینطور مثل همه جنوبی ها خونگرم و در واقع یک رویه به یک معنی. به به، تصویری از اون زمان ها به خاطر دارید؟ مثلا منزل چه شکلی بود؟ بله، خونه ای که من دو سه منزل که اونجا تا اون دوره کودکمون زندگی می کردیم، معمولا خونه ها یک زیرزمینی هایی داشت. این زیرزمینی ها پنجره های البته مثلا به ارتفاع حدود 1 متر و حیاط داشتن. اینا جاهای استراحت تابستون ها بود. تابستون ها خب خیلی گرم بود اون زمان، کولر و این چیزا نبود، حد اکثر پنکه بود دیگه، ولی زیرزمین ها خنک بودن. ولی تابستون خودشون یه جور تهویه طبیعی خنک برای تابستون بودن، تابش آفتاب درشون کمتر بود. یادم هم هست که این خونه شرقی غربی بود، یعنی اتاقهای ما اون سمت بود. البته این برای حیات هم اتاق بود، ولی محل استقرارمون اون طرف بود. خونه ها معمولا یه دالون داشت، یه قسمت مسقف سرپوشیده، از در که وارد می شدید توی فضای دالان مانندی بود. از اونجا معمولا یک سمتش اتاق بود یا گاهی دو سمت این دالون اتاق بود و بعد وارد حیات می شدید. بعد اون سمت هم که باز حیات اتاق بود، پله می خورد می رفت بالا زیر زمین، پله می خورد می رفت پایین. معمولا وسط حیات هم یه حوض نسبتا بزرگ بود. خونه ما یه چاه هم بود، چون اون زمان آب لوله کشی نبود، خود مردم از چاه آب می کشیدند تو حوضچه هایی می ریختند، یا مثلا تو خمره بود برای خوردن. سقف‌هایی بودن که با مشک آب می آوردن، این خمره ها رو پر می کردن. آبای خوردن معمولا آب تازه بود و از قنات و جاهایی که آبای شیرین‌تر و بهتری داشت، یا چشمه‌ای مثلا، اونجا بیشتر قنات بود می آوردن. خود سقایی هم یه شغل بود دیگه، دو طرف الاغشون دو تا مشک آویزون می کردند و معمولا چند تا هم الاغ داشتن، همزمان بار میکردن میآوردن. خمره های بزرگی گوشه حیات بود، جایی که یه سایبانی رو سرش بود که آفتاب نمیخورد. این خمره ها معمولا قدش مثلا به اندازه یه پسر بچه 10 ساله بود که روش درپوش چوبی بود، یه جام هم رو سر اون بود، هر کسی میخواست از اونجا آب بر میداشت. شیر و اینام نداشت که مثلا بگید از پایینش باز میکردن. توی برای خوردن هم یا از کوزه استفاده می شد یا از دلوچه. یه دری داشت که خشنگ جفت می شد تو دهنه، این دهنه باریک بود، پایین مخروطی شکل بزرگ بود، یه جور مشکی بود که مثلا تو خونه استفاده می شد. اینا آب خنک می کرد. و جالب اینه که گاهی وقتا مثلا من یادمه یه دوره در شیراز، ما یکی از عموهامون 10 تا فرزند داشتن که 6 تاشون پسر بود، 4 تاشون دختر بود. گاهی یه مرضای مصری مثلا سرخک که می آمد، خب بچه ها اصلا می گرفتن دیگه. یه بار یادم رفتم خونه اینها، همزمان 3 یا 4 تاشون گرفته بودن و تو حیات خوابیده بودن، تابستون هم بود، رخت خواب انداخته بودن، آب هندوانه می کردن تو این دلفشه ها که خنک بشه. حالا هندوانه رو 2 جور خنک می کردن، هم توی حوض می انداختن خنک میشد، هم آبش رو تو دلفشه که میکردن مرتب به اینا به جای مثلا آب از این آب هندونه میدادن. اون موقع
اعتقاد بر این بود که میتونه مثلا التهاب اینها رو فرو بنشانه. البته پنکه داشتیم، پنکه سقفی یا پنکه دستی، رادیو داشتیم، اون موقع رادیوهای بزرگ جعبه‌ای بود. پدر من خب تخصص عمدش تکنسیان بی سیم بود، در هلال احمر نصب میکرد بی سیم های مختلف رو، شیر خورشید سرخ اون موقع اسمش بود، تعمیر میکرد، هر جا خراب میشد مأموریت میرفت تعمیر میکرد و تعمیر لوازم برقی رو هم بلد بود، مثلا رادیو و اینها. ما مشکلی از نظر خراب شدن رادیو ما نداشتیم. اینا مجموعه این چیزایی که الان یادم میاد. معمولا تو خونه ها حتما باغچه بود، حتما درخت بود، تو کازرون تو خیلی حیات ها نخل بود، نخلم که میدونید خب خیلی رشید و بلند میشه، خودت چیدن خورما از سر این نخلم یه مهارتی میخواست، ولی خب بچه ها اونجا از سنین پایین یاد میگرفتن دیگه. شما بلد بودین؟ من سنم اون موقع اینقدر نبود که برم بالا، ولی مثلا بچه هایی که 8-9 ساله 10 ساله میرفتن بالا میچیدن میناختن پایین، ما هم جمع میکردیم. عجب تصاویر جذابی ترسیم کردید برامون. من همجوری مبهوت داشتم، همه رو همجوری مجسم میکردم و لذت میبردم، چون دیگه الان خبری از این حالا هواها در زندگی های شهری که اصلا نیست. من خودم اولین علاقم این بود که یه الاغ داشته باشم. تو همون کودکی؟ بله، خب میدیدم وسیله اصلی حمل و نقل مردم الاغ بود دیگه. الاغ هم حیوان نجیبی هست. گاهی این به اصطلاح سقایی که آب می آورد، موقع من 3 سالم بود، منو مینشون رو الاغش یه خورده میبرد، میدونست دوست دارم. خیلی دلم می‌خواست یه الاغ داشته باشم. خیلی هم جذاب. حالا اونایی که سوار شدن، آقا اقتضای زندگی ما الاغ داشتن نبود، نه طویله داشتیم نه. معمولا اونایی که داشتن تو همون شهر بود، همین سقا خونه‌شون هم تو شهر بود، تو خونه‌شون یه گوشش طویله هم بود. الاغ هم همونجا بود. کوچیک که بودم به روستا می‌رفتیم و الان که گفتین یادم اصلا اومد که منم این ذوق رو تجربه کردم. مثلا می‌دیدم اومدن از کار اومدن، هی چشم می‌کشیدم این باره الاغ خالی بشه، بلکه برم اونجا خودم مظلوم کنم، مثلا منو یه چند دوری سوار اون الاغ کنن. حالا مثلا همین علاقه که بچه‌های امروز به موتورسیکلت و اتومبیل سواری داشتن، اون موقع به الاغ. یه نکته دیگه هم یادم اومد، این بود که معمولا حیات ها رو یکم پایین تر از کوچه می ساختن. علتش هم این بود که خب هر خونه یه سهمیه آب هفتگی داشت. حوض بزرگی بود که این سهمیه آب عمدتا می اومد تو حوض. معمولا هم سعی می کردن حوض رو تمیز کنن تا قبل از اینکه مشخص هم بود مثلا شب جمعه یا شب شنبه نوبت کی هست. چهار طرف این حوض 4 تا سر سنگی شیر بود، حوضام سنگی بود دیگه، که آبا می اومد از تو دهن اینها میریخت توی حوض. خیلی قشنگ بود، یعنی خیلی قشنگ. آب توی جوی می اومد، جلوشو میبستن نوبت هر خانه که میشد، یه راه آب داشت که می اومد تو حیاط و میرفت دهن اینها می اومد بالا مثل طبق قانون ظروف مرتبطه و میریخت تو حوضا. خیلی جالب بود. این حوضا یه جورای استخرای بچه‌هام بود دیگه، تو شنا میکردن، تو چیز میشستن، وضو میگرفتن، همه کار میشد دیگه، موقع تمیز بود به خصوص. خیلی قشنگ بود، خیلی قشنگ.